سلام با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه اول ماه هوت سال 1392 هجری خورشیدی و 20 ماه فوریه سال 2014 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. هشدار از کاهش شمار نیروهای امنیتی افغان. حمله انتحاری بر یک مرکز فرهنگی در کابل. کشته شدن یک پلیس زن با تیشه از سوی شوهرش در بغلان. از میان رفتن آتش بس موقت در اوکراین. و واگذاری بندهای نیمه ساخت به دولت آینده. مشروع خبرها. یک نهاد پژوهشی ایالات متحده آمریکا در گزارش هشدار می‌دهد که هرگاه شمار نیروهای امنیتی افغان کاهش یابد، افغانستان با خطر سقوط روبرو خواهد شد. در این گزارش که سوی یک نهاد مستقل به توصیه کنگرس آمریکا و به دستور پنتاگون تهیه شده، آمده است که واشنگتن و ناتو باید برنامه کاهش شمار نیروهای امنیتی افغان را تا 228 هزار تن ملغا سازد. از سوی دیگر در یک نظرسنجی تازه، بسیاری از امریکایان جنگ افغانستان را یک اشتباه می دانند. این نظرسنجی که از سوی نهاد به نام گالوب انجام شده است، نشان می دهد که 49% از امریکایان جنگ افغانستان را اشتباه دانستند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. یک گزارش 368 صفحه‌ای نهاد پژوهشی زیر نام CNA هشدار می‌دهد که کاهش شمار نیروهای امنیتی افغان خطر سقوط افغانستان را به دست شورشیان بیشتر خواهد ساخت. در این گزارش که به توصیه کنگرس آمریکا و دستور پنتاگون تهیه شده است، آمده است که واشنگتن و ناتو باید برنامه کنونیشان را برای کاهش شمار نیروهای امنیتی افغان تا مرز 228 هزار تن ملغا سازد. در این گزارش مرکز تجزیه و تحلیل نیروهای دریایی در آمریکا آمده است که اگر هدف سیاست آمریکا جلوگیری از مبدل شدن دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن هراس افکنان و شورشیان باشد، کاهش نیروهای امنیتی افغان به 228 هزار تن این هدف را با خطر روبرو خواهد ساخت. شورشگری به رهبری طالبان تهدید بزرگی در برابر ثبات افغانستان خواهد بود. در این گزارش آمده است که رقم 352 هزار نفری نیروهای ارتش و پلیس افغانستان باید تا چندین سال دیگر حفظ شود و آمریکا و ناتو مصارف 4.1 میلیارد دلاری ایشان را بپردازند. از سوی دیگر با گذشت 13 سال جنگ ایالات متحده آمریکا در برابر هراس افغانان در افغانستان، افکار عمومی در آمریکا درباره این جنگ بیشتر از هر زمان دیگر منفی شده است. یک نظرسنجی تازه که از سوی نهاد زیر نام گالوب انجام شده است نشان می دهد که اکنون 49% از امریکاییان می گویند که جنگ افغانستان یک اشتباه بوده است، در حالی که 48% دیگر آغاز این جنگ را تصمیم درستی می دانند. شمار کسانی که با جنگ افغانستان در امریکا مخالفند در سال 2004 به 25%، در سال 2008 به 30% و در سال 2010 به 40% می رسید. اما اکنون به 49% رسیده است. سال گذشته میلادی 51% از امریکاییان جنگ افغانستان را یک تصمیم درست می دانستند و 44% دیگر آن را اشتباه گفته بودند. گفته می شود که یکی از علتهای کاهش پشتیبانی از جنگ افغانستان در امریکا ادامه جنگ در این کشور پس از 13 سال است، زیرا جنگ افغانستان طولانی ترین جنگی است که امریکا در آن درگیری بوده است. مسئول پیشین برگزاری برنامه های جوانان و نیز مسئول پیشین اجرایی حوزه ها و ولایت ها در ستاد انتخاباتی زلمه رسول با عبدالله عبدالله پیوستند. اما ستاد انتخاباتی زلمه رسول میگوید اینان اعضای ستاد انتخاباتی آقای رسول نبودند. آنچنان که در همایش گفته شد، شماری از اعضای ستاد انتخاباتی زلمه رسول با عبدالله عبدالله پیوستند. بناهن ما چند تن از اعضای کلیدی دفتر انتخاباتیشان و دهاتن از نمایندگان مردم و هزاران تن
از هواخواهان ایشان از همین اکنون حمایت و پشتیبانی خود را از ایشان میگیریم. و امروز در این همایش بزرگ حمایت همه جانبه خود را از برادر مجاهد و دانشمند و کاندیدای محبوب مردم افغانستان برای ریاست جمهوری 1393 جمهوری اسلامی افغانستان دکتر صاحب عبدالله اعلان می‌داریم. اما ستاد انتخاباتی ظلمی رسول عضویت این افراد را در این ستاد انتخاباتی رد می کند. کم کسان چه تاسو یادونه وکړل چې نن راټول سوي وو چې د ډاکټر صاحب عبدالله څخه حمایت اعلان کړی دی. په دغه نامه اشخاص د ډاکټر ظلمی رسول په کمپاین کې نه وه. زه خپله د کمپاین ویاند یم. څومره وخت چې زه دلته وم یا یمه تر اوسه پورې په دغه نامه اشخاص په کمپاین کې نه وه. هر څوک چې دی یوازې نننی اعلان یو کمپاینی جنبه لري. ولې زما غوښتنه دغه ده د ټولو کاندیدانو څخه چې د قانون په چوکاټ کې کمپاین وکړي. در همین حال در همایش جداگانه برخی از پزشکان و جوانان نیز حمایتشان را از عبدالله اعلام کردند. شما را از باشندگان ولایت وردک حمایتشان را از برنامه های ظلمی رسول اعلان کردند. حبیبه سرابی معاون دوم ظلمی رسول در گرد همایی مردمی در این ولایت میگوید وردک نقش مهم در انکشاف و امنیت کشور دارد و از مردم این ولایت خواست تا از در انتخابات پیشرو از ظلمی رسول حمایت کنند. شما را از باشندگان این ولایت نیز میگویند آنان به برنامه های نامزدان اهمیت میدهند. طارق مجیدی گزارش میدهد. وردک در 110 کیلومتری پایتخت قرار دارد. ولایتی که هرچند به پایتخت بسیار نزدیک است، اما نامزدان ریاست جمهوری تا کنون در این ولایت پیکارهای انتخاباتی نداشتند. امروز برای نخستین بار دسته های بزرگ مردم آمدند تا گواه آغاز پیکار انتخاباتی یکی از نامزدان باشند. پیکارهای انتخاباتی ظلمی رسول در این ولایت با استقبال شمار زیادی از باشندگان این ولایت روبرو شد. مردم ولایت میدان وردک با توجه به ظرفیت های انسانی و قابلیت های جغرافیایی می توانند انکشاف این کشور را تسهیل کرده و مقدمات آن را فراهم سازد. شماری از زنان این ولایت نیز در این گرد همایی حضور دارند. زنانی که حضورشان با همه دشواری ها ارزنده گفته می شود. در این نشست شماری از بزرگان قوم و برخی از نمایندگان این ولایت در مجلس نیز از برنامه های ظلمی رسول حمایت کردند. هدف و مطلب ما ایست که افغانستان توسط امیت و مردم ها از بدبختی ها خلاص شوند. از این خاطر آمده بودم که برنامه های از یار بشنوم. هدف اساسی ما این بوده که بیایم در انتخابات که یکی اصل دموکراسی است جوانات پرشور شرکت کنند. متمرکز نماندن پیکارهای انتخاباتی در پایتخت از خواست های اصلی باشندگان سایر ولایت های کشور بود. امروز ولایت وردک شاهد گشایش نخستین دفتر انتخاباتی ظلمی رسول بود. حبیب سرابی معاون دوم ظلمی رسول در جمع شماری از هوادارانش برنامه های تیمشان را با معرفی گرفتند. سید طارق مجیدی، تولو نیوز، ولایت وردک. با این همه در 19 روز پیکارهای انتخاباتی امروز نیز شمار از ولایت های کشور گواه پیکارهای انتخاباتی بودند. شمار از باشندگان این ولایت ها در گرد همایی های جداگانه از نامزدان دلخواهشان پشتیبانی کردند. غفور صبوری در این باره گزارش دارد. حزب حرکت اسلامی افغانستان به رهبری عبدالغنی کاظمی از نامزدی عبدالله پشتیبانی کرد. از سوی دیگر شمار از باشندگان ولایت کندوز نیز در یک گرد همایی از برنامه های عبدالله پشتیبانی کردند. از ولایت بادغیس خبر می رسد که ستاد دوم انتخاباتی عبدالله پیش از چاشت روز پنجشنبه گشایش یافت. از سوی دیگر شمار از باشندگان ولایت زابل در یک گرد همایی از نامزدی ظلمی رسول پشتیبانی کردند. مسئولان ستاد ظلمی رسول در زابل از باشندگان این ولایت می خواهند تا از برنامه های دکتر رسول حمایت کنند. از سوی دیگر ائتلاف احزاب دموکرات و ترقی خواه در یک گرد همایی در کابل حمایتشان را از تیم ظلمی رسول اعلام کردند. ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در حوزه شرق امروز گشایش یافت. شمار از باشندگان ولایت ننگرهار در مراسم گشایش این ستاد از برنامه های اشرف غنی احمدزی حمایت کردند.
از ولایت سمنگان خبر می رسد که شمار از باشندگان این ولایت با برگزاری یک گردهمایی پشتیبانیشان را از عبدالرب رسول سیاف اعلام کردند. آنان خواهان ادامه پیکارهای انتخاباتی رسول سیاف در این ولایت شدند. و این که شمار دیگر از باشندگان ولایت زابل در یک گردهمایی جداگانه از برنامه های محمد شفیق گل‌آقا شیرزه پشتیبانی کردند و خواهان ادامه پیکارهای انتخاباتی وی شدند. در یک حمله انتحاری بامداد امروز در کابل یک تن کشته شد و چهار تن دیگر زخم برداشتند. وزارت امور داخله می گوید که در این حمله یک نگهبان مرکز فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی کشته شده است. وزارت امور داخله تاکید می آورد که مهاجم می کوشید تا به این مرکز فرهنگی داخل شود. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. شریف امیری گزارش می دهد. مهاجم این بار یک مرکز فرهنگی را در پایتخت نشانه گرفت. کتابخانه حکیم ناصر خسرو بلخی. حضور موترهای آتش نشانی و رفت آمد امبولانس ها ظاهراً گواه زیانهای مالی و جانی در این رویداد است. دشمنان دین اسلام است که خود به این راه قربانی میگن. لیکن اونا اصلا مردار شدن. و دوم دیگه ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی است. نظامیان افغان سرگرم بررسی رویداد هستند. نظامیان بیشتر به محل رویداد میرسند و حتی نظامیان خارجی هم به چشم میخورند. این رویداد درست در جایی صورت گرفته که بیشتر یک مرکز فرهنگی است و از حضور نظامیان اصلا در اینجا خبر نیست و آنچنان که شاهدان و مردم محل میگن در اینجا یکی از ستادهای انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری نیز است. اکنون روشن نیست که هدف انتحار کننده این مرکز فرهنگی بوده یا هم ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری. مردم سرگردان در تلاش بیرون شدن از نزدیکی های رویداد هستند و دسته های دیگر مردم از دور دست ها نظارگر این محل هستند. این مرد چنان که خودش میگوید فرد کشته شده پسر مامایش بوده است. در جستجوی دیگر نزدیکانش است و در این فرصت اصلا نمیخواهد در برابر دوربین ها چیزی بگوید. شیشه های ریخته و شکسته و حتی پارچه های جسد انتحاری نیز بیرون کشیده میشود. هیچ مقام امنیتی در محل رویداد به نظر نمیرسد و چیزی هم نگفتند. اما پس از 3 ساعت زندگی روزمره مردمان این بخش به حالت عادی درآمد. یک پلیس زن در ولایت بغلان از سوی همسرش با تیشه کشته شد. پلیس ولایت بغلان میگوید این زن سبزه نام داشت و در فرماندهی پلیس این ولایت کار میکرد. پلیس میگوید که همسر این زن فرار کرده است و تلاش ها برای گرفتاریش ادامه دارند. در همین حال برادر این پلیس زن میخواهد که به قاتل خواهرش کیفر سخت داده شود. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. این بار یک پلیس زن قربانی خشونت‌های خانوادگی در ولایت بغلان شد. این پیکر خون‌آلود سبزه است. سبزه که در فرماندهی پلیس بغلان کار می‌کرد، از سوی شوهرش با تیشه کشته شد. تا کنون انگیزه این قتل روشن نیست، اما همسر این زن پس از کشتن زنش گریخته است. شوهرش توسط تیشه به فرق زده بود، پور از بین بود، خود شوهرش فرار کرد. در همین حال برادر این پلیس زن از نهادهای امنیتی میخواهد که قاتل خواهرش را هرچی زودتر گرفتار کنند و به کیفر سختی برسانند. ایره خواهش میکنم از کلانای خود که پشت از کار بگرده و تا ایره برای ما پیدا کنه ثابت بسازه که بچی جریان زده شده بچی جریان زده شد. با آنکه بغلان امسال گواهی کشته شدن چندین زن بوده است، اما این نخستین پلیس زن است که در این ولایت کشته شده است. ادامه خبرها. آتش بس معقد در اوکراین امروز شکسته شد. هرچند رئیس جمهور و رهبران مخالفان در باره یک آتش بس معقد برای آغاز گفتگوها توافق کردند، اما این آتش بس چند ساعت هم تاب نیاورد و معترضان با نیروهای امنیتی در شهر کیف بار دیگر درگیری شدند. این درگیری ها 27 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشتند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از پیامدهای ناگوار خشونت‌ها در اوکراین هشدار می‌دهد. درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و معترضان آرامش کوتاه‌مدت شهری کیف را برهم زد.
معترضان ضد حکومت بر نیروهای امنیتی بمب‌های پترولی پرتاب کردند و نیروهای امنیتی نیز با شلیک هوایی و گلوله‌های رابری به آنان پاسخ دادند. معترضان با آتش زدن چندین ساختمان و موتر اداره بخش‌های از ساختمان‌های حکومتی را نیز به دست گرفتند. در همین حال باراک اوباما هرچند حکومت اوکراین را مسئول خشونت‌های اخیر می‌داند، اما می‌گوید که مردم نیز باید از مرز اعتدال بیرون نشوند و خشتنداری را نگه دارند. ما نخست از همه حکومت اوکراین را مسئول می‌دانیم، چرا که این حکومت باید با اعتراضات صلح‌آمیز به شیوه مناسب برخورد می‌کرد. تا مردم اوکراین بتوانند کنار یک دیگر جمع شوند و خواستهایشان را بدون ترس از سرکوب آزادانه ابراز کنند. ما با دقت اوضاع اوکراین را زیر نظر خواهیم داشت و در این باره با اتحادیه اروپا کار میکنیم. در همین حال وزیران خارجه فرانسه، آلمان و پولند امروز به شهر کیف رسیدند و حکومت و معترضان را به آرامش فراخواندند. فشارهای جهانی پس از آن بر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور طرفدار روسیه افزایش می‌یابند که در جریان اعتراضات اخیر در اوکراین در حدود 30 تن کشته شدند و تا 300 تن دیگر زخم برداشتند. با این همچند گزارش کوتاه دیگر از جهان. ایران و گروه 5 به اضافه یک پس از دو روز گفتگوهای هسته‌ای در اتریش درباره چارچوب برای برداشتن گام‌های عملی و ادامه گفتگوها به توافق رسیدند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید که هرچند تهران درباره این توافق بسیار خوشبین نیست، اما قرار است دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای میان دو طرف در ماه آینده میلادی برگزار شود. هدف از این گفتگوها محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. در چند حمله هوایی ارتش پاکستان بر بخش‌های قبایلی این کشور 35 تن از شبه نظامیان کشته شدند. مقام‌های ارتش پاکستان می‌گویند که این حمله‌ها بر بخش‌های گوناگون وزیرستان شمالی انجام شدند. پیش از این طالبان پاکستانی گفته بودند که اگر ارتش پاکستان از حمله بر طالبان خودداری کند، آنان آماده‌اند تا برای برقراری آتش‌بس با حکومت به توافق برسد. یک دودکش به ارتفاع 200 متر در پایتخت استرالیا نابود شد. هرچند مقام‌های استرالیایی می‌گویند که این دودکش را از بهر پروژه‌های بازسازی در این منطقه از بین بردند، اما شمار از شهروندان استرالیا از نابودی این دودکش انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این دودکش یک بازمانده تاریخی بود. با این هم چند خبر اقتصادی. احتمال می‌رود که بند سلما با گذشت 4 سال از زمان تعیین شده برای ساختمان آن در سال آینده نیز تکمیل نشود. هرچند باشندگان ولایت‌های غربی کشور انتظار داشتند تا بندهای سلما و کمال خان در دوره زمامداری رئیس جمهور کرزی ساخته شوند، اما کار ساخت این بند در زمان تعیین شده به پایان نرسید. ذبیح‌الا جهانمل گزارش می‌دهد. ساخت بندهای کمال خان و سلما که بندهای بزرگ آبگردان هستند به مثابه پروژه های نیمه کاره به حکومت آینده به میراث خواهند ماند. بند سلما که به کمک هند ساخته می شود گذشته از تولید 43 مگاوات برق بیش از 43 هزار هکتار زمین در حوزه دریای هریرود را آبیاری خواهند کرد و این پروژه با 4 سال تأخیر اکنون هم زیر کار است. در امینال بند کمال خان که از بودجه توسعه وزارت انرژی ساخته می شود، گذشته از تولید بیش از 9 مگاوات برق، 80 هزار هکتار زمین را در ولایت های فرا و نیمروز آبیاری خواهند کرد. شمار از باشندگان ولایت هرات با شکایت از کمبود برق و آب می گویند، دیگر به ساخت زود هنگام این بندها امیدی ندارند. چون چندین سال که تحت کار است، هنوز کدام اقدامی صورت نگرفته است. وضعیت هرات هم از نگاه برقی بسیار ضعیفه، برقایشی باید جور شونه. غیر قابل پیش بینی بودن افغانستان مشکلات جدی را برای افتتاحی بند به وجود آورده و نهایتا مشکلات جدی را هم دامنگیر مردم ساخته. در همین حال شمار از صنعتکاران عملی شدن این پروژه ها را برای افزایش تولیدات داخلی و تشویق سرمایه گذاری ها در کشور مهم می دانند. دقین ما، سرمایه گذارای ما، صنعتکارای ما و شهروندان افغانستان همیشه آرزو داشته که این بندهای افغانستان ساخته شود تا ایجاد زمینه کار در افغانستان ایجاد بکنه. بند سلما البته قراردادش بعد در سال 2009 به پای اکمال میرسید که متاسفانه گفتم به علت اول یک سر مشکلات تکنیکی هم داشت کمپنی که کار میکرد
مجبور بودن مشکلات تکنیکی رو برطرف کردن. بعدن هم مشکل مالی بین دولت هندوستان و کمپنی هایی که دولت هندوستان با اونا قرارداد کرده بود که اون مشکل هم گفتم بعد از 2 سال بحثایی که بین دو طرف بود بالاخره مشکل را حل کردن. این در حالی است که گفته می شود با وجود منابع بزرگ آب در ولایت نیمروز، شمار از باشندگان این ولایت با کمبود آب آشامیدنی و آب برای کشتزارهایشان روبرو هستند. بیننده های گرامی، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان میکنه. آقای رسا، مهمترین رویدادهای امشب چی هستند؟ تشکر میکنم آقای احمدی. خیلی به ندرت اتفاق میفته یک ورزشکار در هنگام مسابقه به زمین بفته و جان بته. امروز این رویداد نادر در کشور مصر اتفاق افتاد. ورزشکار ترکیه در مسابقه تکواندو همی که به زمین افتاد قبل از اینکه به شفاخانه برسه جان داد. و یک خبر دیگه هم داریم که اولا اینار ورزشکار نروژ یک کار خیلی فوق‌العاده بزرگ را انجام داد. نامش را در تاریخ بازی‌های المپیک زمستانی ثبت کرد. خبرهای فوق‌العاده است. این هم را پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می‌کنم. سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. تکواندوکار 21 ساله ترکیه در هنگام مبارزه با رفیق سربستانیش در مصر جان باخت. اکبر یکسی که در وزن 63 کیلوگرم با روی تاتامی تکواندو رفته بود در جریان مسابقه با رقیبش به زمین افتاد و به بیمارستان انتقال یافت اما بیدرنگ جان باخت. کمیته برگزارکننده مسابقات با اعلام اعضا مراسم اعطای مدال را لغو کرد و جنازه این ورزشکار را با هواپیمای اختصاصی به کشورش انتقال داد. اولا اینار ستاره نروژی با بدست آوردن 13مین مدالش به تاریخ بازی‌های المپیک زمستانی پیوست و صبح امروز در بخش بیتالون یا اسکی صحرانوردی و تیراندازی مدال طلا را به گردن آویخت تا نخستین ورزشکار باشد که بیشترین مدال المپیک زمستانی را به دست آورده است. در ادامه مرحله رفت 1/8 نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید به پیروزی رسیدند. در مهمترین دیدار که به گونه زنده و قانونی از تلویزیون‌های طلوع و نمبر پخش شد، بایرن مونیخ مهمان 2-0 میزبانش آرسنال را از پیش رو برداشت. برای بایرن مونیخ تونی کروس و توماس مولر گلزنی کردند. در دیگر دیدار اتلتیکو مادرید با تنها گل دیگو کاستا ایسی میلان را شکست داد. دیگر برنامه های تولو نیوز و تولو را هم دنبال کنید. خدا نگهدار.